از پوهنځی انجینیری پل تخنیک کابل فرار کردم. تماما دوستای من دستگیر شد. تعداد زیادشان که نمیخوایم نام ببرم. اکثریتشان در داخل افغانستان است. تعدادی به حق پیوستن. یک تعداد جام شهادت نوشیدن و یک تعداد به کشورهای بیگانه پناهنده هستند. اما اونا دستگیر شد. تقریبا ما 7 نفر از پل تخنیک فرار کردیم به طرف لوگر تا از طریق میرانشاه وارد پاکستان مهاجر شویم. اکسا اداره اطلاعات دولتی که بایستی یکی از مخوفترین دستگاه کشنده دستگاه ظلم و ستم حمل میکرد، 7 مرتبه بیشتر یا کمتر دستبر زد و محصولین دستگیر کرد. و امیلاس تماما دوستای ما وقتی دستگیر شد ما حرکت کردیم، رفتیم به طرف لوگر، دست به ماجرت رسدیم. اما رژیم فوق العاده آگاه بود از همه عمل کردهای اعضای نهضت اسلامی افغانستان و ایلاس در سفید سنگ لوگر با جمعی از دوستای خود مدزگیر شدم. ما را به هلیکوپتر از طرف شو انتقال دادن آوردن. فکر میکنم بر 72 ساعت ما در خاطه ششدرک بسر بردیم. در 72 ساعتی که بعدها برای ما گفتن که 72 ساعت تو در اینجا تیر کردی، شاید 1-2 ساعت ما با حالت عادی بوده باشم، بهوش بوده باشم. دیگه از اثر ضرب و شتم و شکنجه مطلقا در حالت بیوشی بسر بردیم. ما فکر میکنم در 72 ساعت بسیار کمتر غذا ما خورده باشیم، می چند نفر که جداگانه از ما تحقیق میشد. بعد از 72 ساعت ما را انتقال دادن، بردن به ریاست اول میدان هوایی در زیرزمینی های میدان هوایی. و اونجا واقعا وقتی داخل می شدم با یک تاریکی زیر زمین و از عسکر پرسان کردم که برادر ما را کجا آوردن، اینجا کجاست؟ اما عسکر لعنتی که در امروز فکر می کنم از اعضای حزب دموکراتیک خلق و از دشقیمان اکسا بود، برای من گفت که اینجا مرگ جای توست و تو از اینجا زنده نمیبرایی و ما هم اسرائیل هستیم. این جمله را هیچگاه فراموش نمی کنم. خب بنا به خدا وارد شدیم. من فکر می کنم 3 ماه ما در ریاست اول تحقیق مربوط اکسا سپری کردیم با هنوای ظلم، با هنوای شکنجه، با هنوای تهدید. حتی در پالوی ازی که از اوش می رفتیم قلم بند می کردن در هیجه در این 2 قسمت دست و با اندکی بسیار فشاری که خودشان تمرین کرده بودن انگشتار مشکشتاندن، برق دادن، ناخون کشیدن و نمیتونم چیگونه بگویم بر شما. حتی استعمال بوتل بالای یک تعداد از دوستای ما شاید از بدترین خاطرات باشه که من فراموش نمی کنم که چگونه انسانهایی که به 2 پا میرن حیات انسان ندارن، کوچکترین رحم و ترحم بر کرامت انسانی ندارن. من یک بار دیگر نفرین میفرستم برای ایدئولوژی مارکسیسم کمونیسم. ما فکر میکنم که مارکسیسم کمونیسم بدترین دشمن انسانیت و بشریت بود و هیچ رحمی بر انسان نداشت. فقط مسیر ایدئولوژی مارکسیسم کمونیسم بر کشتار انسان، بر بربادی انسان و بر نابودی انسان بنا شده بود. به این لحاظ هیچ حقی بر کرامت انسانی اینا قائل نبودن. هیچ وقت انسان را به نام انسان نمیشناختن. در این شکی نبود که ما مخالف فلسفی مارکسیسم کمونیسم بودیم. در این شکی نبود که ما با کمونیسم دشمنی داشتیم. اما من فکر نمی کنم که در دنیا تاریخی سپری شده باشه که با دشمنای خود
برخورد اینه که مارکسیستا و کمونیستا به خصوص کمونیستا ایادی خائن مسکو در افغانستان کرده باشه این تکرار شده باشه. بعد از 3 ماه ما فکر میکنم ما را بردن به تعمیر صدارت. تعمیر صدارت ریاست امنیت دولتی و جایی بود که در اونجا خود نجیب تحقیقات میکرد از زندانیا. و ما فراموش نمیکنم یکی از استادای پوانتون کابل، شما میتونین که آدرسش را بگیرین و این موضوع را مستقیم پوانتون کابل برین، پوانزه حقوق، به شکل مستند از او بزرگوار سوال کنین و بپرسین که دکتر نجیب الله با تو چگونه برخورد کرد. ما در اتاقایی که تقریبا 20 نفر 30 نفر در اتاقای بسیار کوچک کوچک روی زانو می نشستیم، محل خواب نبود، خواب قطعا نداشتیم، اگر خواب با می کردیم بسیار استاده پایی یا نشسته. حتی مزرعه خود در امو داخل انجام می دادن مردم و در 24 ساعت یک مرتبه ما می تانستیم که به تشناب و وضو بریم. حتی نمازها را شما قبول کنین ما تیمم می کردیم، آب نبود. به مو حالا اکثریت افراد اشخاص مسلمان و اعضای نهضت اسلامی را ما میشناختم که در اونجا قرآن میخواندن، قرآن تلاوت میکردن، استاده پا قرآن افهام و تفهیم میکردن، تفسیر میکردن یکی به دیگه. عجب وقتی بود، عجب زمانی بود، همگی به قرآن چنگ میزدن. یک جلد قرآن که به شکل کوچک چاپ شده بود به دست استاد، همین قرآن گرفت برد در کموت انداخت. بعد از او چنان مشت دگر گردن از این استاد زد که دفتن فرش زمین شد. شما قبول بکنین وقتی استاد انتقال دادن با اتاق دیگه، فرداش ما اطلاع گرفتیم که 3 ساعت در حالت ضعف بود. هیچ یک سوال ایجاد میشه که کمونستا با همچون ظلم و ستم و جور یک بالای ملت کردن، چرا دیروز محاکمه نشدن و چرا امروز محاکمه نمیشن؟ چرا اینقدر جرأت پیدا کردن کمونیستای افت ثوری؟ کمونیستایی که 1.5 میلیون انسانی سرزمین به قتل رسانیدن و شهید کردن، کمونیستایی که زیربنای فکری و فرهنگی از جامعه را نابود کردن، کمونیستایی که هر حاز و حزبشان دستشان آغشته به خون یک نفر انسانی سرزمین و چند نفر انسان از این سرزمین است، کمونیستایی که در ویرانی هر خانه و کاشانه و دی و قریه و ولایت سهم به سزا و بارز خود داره، امروز چگونه شد که از مغارهای خود دوباره سر بلند کردن، دوباره آمدن ملت تهدید میکنن، مجاهدین تهدید میکنن، افکار عامه را تهدید میکنن و خود را میخواین که یک بار دیگر جمع جور کنن و در صحنه بایسته حزب تراز نوین، حزب زحمت کشان و مزدوران و باشارهای دوده و کالی و غیره و یا شاید هم باشارهای جدید آمریکایی یک بار دیگر عرض وجود بکنند و موقعیت را اشغال بکنند. چرا ملت خاموش است؟ چرا رهبران خاموش است؟ چرا دولت خاموش است؟ چرا افکار عامه خاموش است؟ چرا ناتو حمایت میکنه از این کثافت ها در درون دولت؟ اینا به سطح وزیر، به سطح رئیس، به سطح مامورین عالی رتبه در وزارت خارجه و در وزارت دفاع و در وزارت داخله افراد اشخاص دارن، حتی از اعمال خود توبه نمیکنن، حتی از ملت اینا معذرت نمیخواین. شما برین در هر ملتی که جنایت صورت گرفته، بعد از یک مرحله جنایتکارا از ملت خود معذرت خواستن. اما اینا نه تنها معذرت نمیخواین از ملت، کمال رذیلانه و خبیثانه و جنایتکارانیشان به شکلی از انواع توجیه میکنن
این ضعف از کیست؟ این باسامانی از کیست؟ این ملت چرا اینقدر بیچاره و ذلیل شده؟ هر فردی که وارد زندان پل چرخی در سالهای 57 و 58 و 59 الا ختم حکومت دکتر نجیب الله میشد، یک فرد پرشور مسلمان انقلابی و عاقل و یک فردی که میتونست از رویدادها تحلیل و تجزیه کامل داشته باشه از زندان خارج میشد. خب زندان خاطرات بد و شیرین داره. خاطرات شیرینش همی که روزهای خوشش که ما در مدرسه یوسف علیه السلام زندگی می کردیم، مدرسه ای که در اونجا اعتقاد بود، مدرسه ای که در اونجا اخلاق الله بود، مدرسه ای که در اونجا حدیث بود، مدرسه ای که در اونجا آیات بود، مدرسه ای که در اونجا اخلاق اسلامی و فکر اسلامی و تفکر اسلامی انتقال داده می شد از بزرگا به پایین و از پایین ها به پایین ها. یکی از خاطرات خوش زندان است که ما زندان او وقت مکتب یوسف علیه السلام میدانم، نه زندان پل چرخی. و بدی زندان پل چرخی داری بود که هر شب جمعی از دوستای ما را باید ما در کنار خود نمی دیدیم. افراد زیادی بودند که محکوم به اعدام می شدن، افراد زیادی بودند که به پلگونه ها انتقال داده می شدن. البته در سالهای 59 که بر اولین مرتبه ما پل چرخی رفتم، همین سالهای 59 هم سالهایی بوده که اعدامهای دست جمعی در پلیگون شهر کابل صورت می گرفت. شبها دسته های 10 نفری، دسته های 15 نفری را از بلاک های مختلف، از بلاک اول، از بلاک دو و از زون مرکز نصف شب نامشان را می خواند و بالاخره سرباز های می آمدن و یاره انتقال می کردن. با مجردی که می کشیدن دستایشان از پشت سر بسته می کردن. یک چند قدم که پیش می رفتن از بلاک وارد محوطه را روها می شدن، تکه های سیار به سرشان بسته می کرد و در پایین بلاک موترها بر انتقالشان وجود داشت و اینا را در پشت موترهای واگون روسی جا به جا می کردن و از بلاک اول و بلاک دو نزول مرکز خارج می کردن و به پلیگون ها یا زنده زنده دفن می کردن یا تیرباران می کردن. و ای از بدترین خاطرات ماست که هر روز باید ما جمعی از دوستای خود یا یکی دو نفر از دوستای خود را از داخل ونگ یا از داخل اتاقهای وسیع زندان باید روانی ادامگاه و ادامی روانی قربانگاه می دیدیم. شما بیاد دارین کاشم میونوال، محمد هاشم میونوال، یکی از صدر اعظم های دوران ظاهرخان، یکی از شخصیت های بزرگ ملی و یکی از شخصیت های برجسته ملی و یکی از مسلمان های خوب ملت بود. یک دوره صدارت کرده بود و در زمان مبارزات دهی دموکراسی یک سازمان بسیار بزرگ و یک حزب مقتدر در برابر نفوذ روزافزون روسا در افغانستان ایجاد کرده بود به نام مساوات ملی. چون حزب همیشه حزب کمونیست افغانستان و داوود خان هدف قرار میداد، بعد از کودتای 7 ثور 1352 به گفته ای افسر نعمت الله وقتی داود بر علیکی قدرت به کمک کمونیست ها آمد، هاشم میونوال دزگیر کردن. هاشم میونوال از طرف نبی عظیمی
و قدیر وزیر داخله و یک تن افسر دیگه مربوط وزارت داخله به نام هاشم کش که دو نفر امروز وجود داره. هم هاشم کش زنده است و هم نبی عظیمی زنده است. هر دوی ازی زنده است. فقط از این سه قاتل قدیر نورستانی که وزیر داخله حکومت داود خان بود در کودتای 7 ثور کشته شد. این دو نفر دیگه زنده است و سر حال است. اینا چگونه هاشم میوندوال به قتل رساندن؟ برچسبی که بر هاشم میوندوال زده بودن اتهام کودتای نظامی علیه حکومت داود خان و ارتباط با CIA آمریکا و ارتباط با ایسای. این سه قضیه بوده که از این همه روزه تحقیق میکردن و میخواستن که از طریق مطبوعات اعتراف محمد هاشم میوندوال بگیرن. اما هاشم میوندوال به گفته نعمت الله تا آخرین لحظات و تا آخرین دقایق مقاومت کرد و هیچ گونه اعترافی نداشت. بالاخره جنرال نبی عظیمی با کمک هاشم کش هاشم میوندوال صدر اعظم افغانستان را میکشن و نابود میکنن و به شهادت میرسانن و آخرین ضربه را به گردنش میزنن. به گفته همسرش وقتی که مرده زیره از زندان کشیدن و در امبولانس انداختن، خانم هاشم میوندوال دیده بوده که گردن هاشم میوندوال به شکل بسیار خطرناک زخم برداشته و یک پوندیدگی و سرخی داشته. علی‌رغم از او برای فردایش اینا اعلان کردند که هاشم میوندوال با نکتایی خود خودکشی کرده. همی هفسر قسم یاد کرده که در زندان پل چرخی هاشم میوندوال از 3 روز به این طرف پیران تنبان در جانش بود در داخل زندان و در دو جای ازی تحقیق میشد، هم در داخل قصر نزدیک داود خان و هم در ولایت کابل و هیچ گونه دریشی در جان ازی نبود که با نکتایی اعدام شود. به ایلاس ما فکر میکنم که برجسته ترین شخصیت های ملی و فرهنگی و تاریخی از این ملک به دست کمونستا شهید شدن و امروز ما از این تریبیون میخواییم اعلان کنم، میخواییم بگویم، میخواییم پیام بدم که سازمان های حقوق بشر، سازمان هایی که میلیون ها میلیون دلار تا کنون در افغانستان، در منطقه و در جهان به خاطر جنایات ضد بشری و مصرف رساندن، امروز چرا دوسیه جنایتکاران جنگی را ترتیب نمیدن؟ چرا علیه جنایتکاران جنگی، علیه جنایتکاران ضد بشری دوران حزب کمونیست اتحاد شوروی و حتی دوران داود خان که همه ایشان زنده هستند اقامه دعوی نمی کنند؟ در این شکل نیست که یک تعداد از جانیان، یک تعداد از کمونیست های جانی از کشور فرار کردن، در کشورهای اروپایی پناهگزین شدن. اما ما میتونیم که وقتی دوسیه جور کردیم اینا را از طریق پلیس انترپول جلب بکنیم و اینا را در محکمه بکشانیم و عدالت را در موردشان تطبیق بکنیم. ما میخواییم به خاطرات یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم دکتر شیرشاه یوسفزی رئیس خانه جهاد افغانستان بپردازم و سخن را از خاطرات از او بزرگوار شروع کنم. دکتر شیرشاه یوسفزی یک تن از فعالین جنبش اسلامی افغانستان است و در طول جهاد سهم بسیار فعال در سازماندهی مجاهدین و در اداره مجاهدین و در مدیریت مجاهدین در شهر کابل و اطراف اکناف و امهای شهر کابل داشت. این بزرگوار در یک کتاب که به نوشته خودش است و ما او خاطره را در اخبار خود در شماره 5 ماهنامه آزادگان افغانستان نشر کردیم از زبان او بزرگوار و تفسیرش عکسش هم در امو شماره نشر کردیم. و بزرگوار
خاطرات خود از امی جایی که من زندانی بودم قصه میکنه. میگه ما را مدیریت امنیت از نایه سوم دستگیر کرد، مدیریت امنیت اقصا. تقریبا کسی از او بزرگوارم شباهت به داستان زندگی مداره. بعد از یک شبان روز او را به ریاست اول آوردن. او هم از ظلم و از ستم و از شکنجه و از همه مسائل قصه میکنه و یک داستان از او بسیار بر من جالب تمام شد و او را نشر کردم از زبان خودش. و او ای که گفت شب دوم بود که نصف پای شب صدای فریاد آمد، صدای ناله آمد، صدای زجر آمد و من احساس کردم که انسانی را شکنجه میکنن و این صدا صدای یک انسان است. بعد از یکی دو ساعت گفت یک کسی را آوردن با حالت ضعف، از دست پایش خون جاری بود، گفت او را انداختن کنار من. از بالای محاب میچکید، فقط یک شال بسیار کوچک داشتم که او را به دور خود پیچانده بودم. وقتی دیدم که برادری را کاور در کنار من هیچ پوشاک نداره، گفتم شال خود را بگرد از این انداختم. گفت جوان که تقریبا حدود 20 سال داشت یا 19 سال داشت تا نیمه های شب به اوش نامد. بعد از نیمه های شب بندکی به اوش آمد و فقط حلا میگفت، حلا را یاد میکرد. گفت صبح ازش پرسان کردم که تو چی کردی؟ گفت این جوان که از شیوکی کابل بود و نبی نام داشت، گفت برای من گفت که هیچ چیز نکردیم، فقط برای که متعلم هستم و یک دوکان دارم در بازار شیوکی از اموج دزگیر کرد آوردم. میگه سلا را نشان بده، هر چیز برشان میگم در این 15 روز که من سلا ندارم، هر روز مرا شکنجه میکنن و مزوف میکنم که سلا را بیار. میگه من برش گفتم اعتراف نکردی؟ گفت نه. گفت شب دیگه ازش پرسان کردم که تو سلا داری؟ گفت نه، به خدا من سلا ندارم، اما برادرم مجاهد است. اما من در خانه هستم، برادرم مجاهد است، سلام ندارم. گفت شب دیگه بازی را به شکنجه بردن. بعد از یکی دو ساعت دیدم که به شکل بسیار مظلومانه گویا شکست خورده این نبی را دوباره به کنار ما آوردن. هیچ صدایی ازش نمی‌برآمد، سرش پایین بود. هرچی ازش پرسان کردم نبی چی شده، گفت صحبت نکرد. بالاخره گفت که لعنتی ها از من اعتراف گرفتن. و من برش گفتم که اعتراف کردی که صلاح داری؟ گفت بله. گفتم چرا اعتراف کردی که وقتی صلاح نداری؟ گفت بی ناموسا، بی شرفا، کسایی که هیچ ناموس ندارن، حیثیت ندارن. گفت زن برادرم امرای خواهرم آورده بودن و روبروی من برهنه کردنش و بر من گفتن که اعتراف میکنی یا بالای خواهرت و زن برادرت تجاوز کنیم. و من میگه از نهایت ناگزیری اعتراف کردم که بله صلا دارم و صلا در فلانه سی خانه است. گفت همه قدر نبی بر من گفت و بالاخره خاموش ماند. فردا صبح موتر آمد، چند تا سرباز مسلح و ای را کشیدن. بعد از یکی دو ساعت دوباره آوردنش، با بسیار لط و کوب دوباره در کنار من قرار دادنش. برش گفت که برای ما فریب دادی، محل صلا را نشان ندادی. میگه بعضی آدم میگفت که من صلا ندارم. وقتی شب شد ای را بردن، گفتم شب کسی را بیاریم که تو بلبل واری اعتراف کنی که صلا در کجاست. اینا نمونه های بسیار کوچک خردی است که از شکنجه و از رویدادهای بعد از هفت ثور و بعد از ششم جدی سال 1358 در تاریخ افغانستان رویداده. پیلگون یا کشتارهای پیلگون واقعا در تاریخ معاصر افغانستان از غم‌انگیزترین روزهای تاریخی ملت است.
اگر شما به صفحات تاریخ نگاه کنین، بعد از قشون عملی قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، در طی 9 سال جنگ با قشون سرخ، ملت مظلوم افغانستان به خاطر رهایی خاکشان از تجاوز بیگانه در حدود 1.5 میلیون شهید تقدیم تاریخ بشریت نمود. تمام زیربناهای افغانستان و ایران شد. زیربناهای اقتصادی افغانستان، زیربناهای فکری افغانستان، زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و کلتوری افغانستان تماما با خاک یکسان شد. 5 میلیون انسانی سرزمین به کشورهای بیگانه مهاجر شدند که تا بال در حالت مهاجرت به سر می بر اکثریتشان. و صاحب خانه و کاشانه نیستند و به نام مهاجر شناخته میشن. 1 میلیون انسانی سرزمین دست و پا، چشم گوش و سایر اعضای بدن خود را در جریان 9 سال مقاومت و جهاد در برابر قشون متجاوز سرخ شوروی از دست دادند. هزارها هزار بیوه در شهر کابل همی هکنون زندگی میکنه. هزارها هزار یتیم از رویدادها و جنگها 9 ساله باقی مانده در شهر کابل و در ولایت مختلف افغانستان. به این روز، به این لحاظ واقعا پیلگون تداعی کننده خاطرات بسیار بد تاریخ معاصر افغانستان است. تهیه شده در تلویزیون نور.